راستش وقتی این کارو کرد اینقدر هیجان زده شده بود که نگو. بفرمایید خانوما. خیلی ممنونم اسکار جون. چطوری؟ من که فکر میکنم خیلی هیجان زده اینه. آی آهو جون اینقدر پسرمو خجالت نده. نمیتونم از شما مخفی کنم، من واقعا هیجان زدم. هنوز نمیدونم این کار چجوری به اینجا رسید. آه چه باورت بشه چه نشه، بالاخره شد دیگه اسکار. ایشالله هرچی خیر باشه. همینطوره. حتما حرفای زیادی دارین، پس شما رو تنها میزنم. باشه پسرم. میبینمت. خدافظ. به تو نمیتونه بگه ولی من مطمئنم واسه این نامزدی خیلی خوشحاله. آستینم همینطور عزیزم. یعنی من آستینو میشناسم، از خوشحالی الان حتما بال در آورده. یه چیزی بگم، این که نامزدی رو طولش ندیم خیلی بهتره. انشالله فردا گل و شیرینی رو با هم میگیریم و میای. منتظرتونی. خب نظر آقا فهمی راجب این وصلت چیه؟ یعنی خبر داره؟ البته با بابام حرف زدم، آره رضایتشو گرفتم. آی خیلی خوبه، فکرشو بکن اول دوستای صمیمی بودیم، الان داریم با هم فامیل میشیم، داریم مامان دوماد و عروس میشیم. اینو باید جشن بگیریم. آره بهتره بریم کافه عمل، تازه باز کرده. اون کافه چطوره؟ خوبه؟ عالیه، خوب سرمایه گذاری کرده. به نظرم خیلی شیک نیست. میشنوم مرد. مرد معذرت میخوام، راستشا بخوای ما نتونستیم. اینجاییم مرد، و شما منتظر باشید ما میاییم. زود باش چنار، نمیخوای بریم؟ چرا میریم؟ یعنی اگه تو بگی حتما میریم. نمیخوای در رو باز کنی؟ باشه. انگار شانسم داره برمیگرده. راستش فکر کردم نمیایی. الان خوشحالم که اومدی. چاره ای دیگه ای نداشتم. اویکو خیلی اصرار کرد. پس چون اویکو گفت اومدی؟ دقیقا همینطوره. وقتی اویکو گفت نیایی ناراحت میشم نتونستم بهش نبگم. باشه. فرقی نداره. باید به نتیجه نگاه کردن. نتیجهش اینه که اومدی. حداقل فرصت حرف زدنی که پیدا میکنم، اینم خیلی خوب. واقعا امروز خیلی خوشحال شدی. خیلی ممنونم. خوش اومدی. خیلی ممنون. چه خبر؟ سلامتی. از تو چه خبر؟ سلامتی. سلام علیکم. سلام. چنارینا هنوز نیومده؟ بهشون زنگ زدم، تو راهن. خوبه، عالی. میزتون اون طرفه. راستی طراحی نور اینجا چجوری شده ها؟ راستش داداش این نورای جدیدی که کار کردی خیلی عالیه. زنمو. مرد دیوونه شدی چی کار میکنی؟ زنمو اینجا. چی؟ آره اونجا نشسته، نگاه کن ببین، نگاش کن. داری چی کار میکنی پسر؟ داداش زنمو اونجاست. آره مامانمو. مگه چه اشکالی داره؟ آره اونا نباید ما رو اینجا ببینن. داداش اگه زنمو ما رو اینجا ببینه به مامانم میگه، اون وقت به مامانم بگه چی میشه؟ یعنی نباید ما رو با هم ببینن. که این تو دقیقا. خب پس چرا اینجا بایستادید؟ را بیفتید دیگه، را بیفتید. بریم بریم بریم.
خیر بشه داداش، چون واسه احوال پرسی با من ملاقات نمی کنی. آخه من چرا بخوام احوال تو رو بگیرم؟ خیلی زشته به خدا داداش، انقدر با هم خاطره داریم، با هم چه روزایی رو که نگذروندیم، دروغ میگم؟ بی خیال انقدر مسخره نکن. خب بگو چی کار داشتی؟ زود باش بگو کارت چیه دیگه. باشه. پیش بچه ها تابلو بازی در نیاری باشه؟ من نقشمو خوب حفظ کردم، نگران نباش. در واقع تو نباید صمیمیت منو کنار اونو بد برداشت کنی. خوبه، حتی اگه به خاطر نقشت هم باشه راضیم. سلام. وای 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 وای، خیلی خوش اومدی. خیلی ممنونم. خوش اومدین. چه خبر؟ خوبی؟ ممنون. از تو چه خبر؟ خوش اومدین. یعنی سلام. خوش اومدین. خیلی ممنونم. شما چطوری؟ خیلی. بفرمایید. بفرمایید. تازه اومدین؟ یکم پیش اومدی. عالی. آبجی جون، تو یکم ناراحت به نظر میای. چیزی شده؟ نه. تو را یه بچه گربه دید، بهم گیر داده بود که آخه مامان این کجاست. عشق من خیلی حساسه. آره آبجی، من همینطور. آره همینطوره، همش به خاطر بچه گربه است. عزیزم اینجوری دستت عرق نکنه. نه عزیزم، من کاملا راحتم. خب شما چطوری؟ والا این همیشه دیگه، داری با مامانم قایم موشک بازی می‌کنی. همش میترسیم که نکنه گیر بیفتی. خودتونو ناراحت نکن، هیچ چیزی جلوی عشق دووم نمیاره. البته ببینید، از ما الگو بگیرید. به نظرم شما از کسی الگو نگیری، یه رابطه بین خودتون داشته باشین. هر رابطه ای اونجوری که به نظر میرسه نیست، مگه نه؟ نه دنیز، یه دقیقه، من با چنار موافقم. شما الگوی خیلی خوبی هستین. خودت که میبینی شدیم الگوی جوون. خوش اومدی. خیلی ممنون استاد. خیلی ممنون. سلام چنار. سلام، چطوری؟ خوبم، تو چی؟ ممنونم، خوبم. چه خبر دنیز؟ خوبم، تو چطوری؟ خیلی ممنون. منو رو بگیرید و انتخاب کنید. خیلی ممنون. تو نمیخوای ببینی؟ بیا آبجی جون. وقتی انتخاب کردید صدام کنید. باشه؟ باشه، خیلی ممنون. باشه، خیلی ممنون. مرد، تو چی توصیه میکنی؟ فکر میکنم کوفته، خیلی خوشمزه است. جدی؟ آره؟ خیلی عالی. خدا لعنتت کنه دنیز، از کجا پیدا شد و اومدی تو زندگیم؟ چرا اومدی؟ هر کاری میکنم نمیشه، نمیتونم جلوشو بگیرم. بازم با چنار دوتایی رفتم. اونو میخواد ازم بگیره، اونو میخواد ازم بگیره. اصلا نمیتونیم با هم باشیم چنار. تا وقتی اون هست من نمیتونم با چنار خوشبخت بشم. بهش اجازه نمیدم. قسم میخورم نمیذارم این کارو بکنه. فکر میکنه میتونه با چنار آشتی کنه، ولی من نمیذارم. تا وقتی من خوشحال نباشم تو هم نمیتونی خوشحال باشی دنیز. تو هم نمیتونی. ازت متنفرم دنیز، ازت متنفرم. تقاص کارایی که کردی رو پس میدی. قسم میخورم کاری کنم از ناراحتی زجه بزنی دنیز. ممنونه. نوشه جون. ممنون. خب بعدش چی شد؟ بعدش بچه بیچاره نامه رو گذاشت پشت در و فرار کرد. گفتی نامه؟ نامه؟ والا نامه بود، به خدا نامه بود. توش نوشته بود که خیلی شلخته ایم و خونه های ترسناکی هم هست و اینا. خلاصه خیلی جالب بود، باید میدیدی. پس نتیجه میگیریم وسواس و تمیزی فقط مختص خانوما نیست. اصلا ربطی نداره. آبجی، چنار تو خونه چجوریه؟ تو هم عین دوستش دیوونه میکنه؟ نه، برعکس، اصلا این کارو نمیکنه. خیلی هم خوبه. یعنی در زمینه تمیزکاری و نه. اوهو، دیگه خیلی سنگینه بود. بپرس، من در زمینه تمیزکاری بد نیستم، ولی این که در چه زمینه ای بدم؟ مرد. چیه؟ بذار یه کمی سر به سرشون بذارم دیگه. چرا منتظرید؟ شروع کنم. سنم چرا به هم زنگ زده؟ جواب بده. بفرمو سنم. تو شرکت مشکلی پیش اومده؟
نمیتونی خودت حلش کنی؟ باشه باشه باشه، قطع کن، خودم میام. باشه، کجا میخوای بری؟ تو خونه مود یه مشکلی پیش اومده. خب چه مشکلی پیش اومده؟ داداش تموم نمیشه که، مشکلات تمومی ندارن، پارچه و کوفت و درد و زهر مارش همشون. اگه ناراحت نمیشین باید برم. آره البته، چرا ناراحت بشیم، تو برو. البته دیگه، میری و کارتو حل میکنی و برمیگردی. تمام، حالا که اینجوریه منم باهات میام. بشین عزیزم، تو چرا میخوای بیای؟ نه منم میام کمکت میکنم. باشه کمک میخوای ما هم میاییم دیگه. نه نه شما بشینین، تازه این همه غذا سفارش دادیم، تنهایی با هم بخوریم. خیلی خوب، همین کارو میکنیم. پس نوش جون همتون. به سلامت. میبینمت. میبینمت. خدافظ. میبینمتون. خدافظ. مراقب خودتون باشی. باشه. 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 بهتره ما هم بریم دیگه. چرا عزیزم، چه عجله‌ای داری؟ غذا رو بخوریم بعد میریم. ببین اصغر یه عالمه غذا درست کرده. ها راست میگی. اینجوری اسراف میشه. پس نظر سر بشه. یعنی با هم آشتی کردن؟ وقتی دارن با هم دیگه غذا میخورن پس؟ خب بازم بیا. باشه پسرم. خب آهو جون بیا که بری. آه چنار اینا اینجان؟ آره مامان. خب چرا نگفتی پسرم؟ خب شاید میخوان تنها باشن، واسه همون. آره تو درست میگی، فکر خوبی کردی. آهو جون ببین، زوجه خیلی خوبی شدن به خودم. آره دقیقا، زوجه خیلی خوبی شدن. سایهشون بیفته رو سر پسرم و آسین انشالله. به سلامت. خوبه من برم سر کارم، بعدم میبینم. خیلی خوب پسره، ما هم بریم دیگه. آیه کجا سب کن، یه سلامی میکردین مگه غریباً؟ آهو الان چه نیازی هست؟ هی میخواد تو همه چی دخالت کنه. نوش جونتون بچه ها. سلام. خیلی ممنون. سلام زن داداش. سلام چنار. نمیشینی؟ آیا نه نه، گفتیم یه سلامی هم به شما بدیم، این فضای رومانتیکو به هم نریزیم. خب پس به امید دیدار. نوش جون. نوش جون. ممنونم، میبینمت. نظرتون چیه؟ برای آشپزخونه غذاهای جدید امتحان میکنیم، نظر شما خیلی مهمه. والا من که عاشق شدم، اگه باشه بازم میخورم اوزگور. باشه الان برات میارم. نه بیشتر بخورم میترکم. واقعا اوزگور همه چی فوق‌العاده است. نوش جونتون. ببینم چیز دیگه ای لازم نداری؟ نه ممنون، همه چی عالیه. آره همه چی عالیه، ممنون. باشه. لازم نیست فوراً بریم. ببینم کاری داری؟ با اویکو اینا اومدم، اونا رفتن اما ما موندیم. دلیلی برای موندن هست؟ اشکالی نداره، ولی ما که هستیم. خب یکم دیگه میمونیم. دوستان اینم غذای جدید کافم. اوزگور عالی به نظر میرسن. ممنون اوزگور، ولی ما باید بریم. نه نمیشه، تا تم اینا رو نچشین نمیشه هیچ جایی بریم. اینا خوراکی هایی هستن که واسه مشتری هایی مخصوصمون درست میکنیم. دستت درد نکنه، فوق‌العاده شدن. مگه نمیگفتی شیرینی دوست نداری؟ عزیزم مگه میشه از این شیرینی ها گذشت؟ یا یه تیکه بخور؟ نه عزیزم ممنون. عزیزم تمش یه لقمه هست. نوش جونتون، منتظر نظرتون هست. ممنون. یعنی شب کار نگهبانی میکنم؟ آره؟ آره توی انبار داداش عثمان نگهبان شب میشی. چرا اینطوری نگاه میکنی داداش؟ حتما منم انسانهای نرمالو میشناسم دیگه. یه جوری رفتار نکن که همه افراد اطرافم خلاف کنن. ترگوت من 40 سالم فکر کنم، اینکه تو کار قانونی کنی به ذهنم خطور نمیکنه. آخه قبلنم یادم مونده آقا ترگوت. الان من واسه قانع کردن تو چیکار کنم؟ میخوای باور کن میخوای نکن داداش، من پیشنهادمو دادم. ببین حقوقش خوبه، سرویس غذا هم میدم، این ترگوت واسه تو چی کار کنه دیگه ها؟ یعنی میگی کار قانونیه و هیچ مشکلی هم نداره؟ نه ببین والا مالا نداره دیگه، من دوره کارهای خلافو خط کشیدم. تو نظرت چیه؟ قبوله؟ پاشو دیگه باید بری. دنیز بشی؟
کجا میخوای بری؟ ازگور یه لحظه میایی داداش. بله؟ شیرینی ها عالی بود. اون قهوه مخصوصتون بود، واسه همون از اونا درست میکنی؟ البته فوراً میارم. راستی از اینکه از شیرینی هامون خوشتون اومد خیلی خوشحال شدم. دنیز نظرتو چی؟ منم خیلی خوشم اومد. غذا هم عالی بود ازگور. فلا ازگور آشپزخونه یه عالی داری. نوش جونتون. فوراً قهوهاتون رو آماده میکنم. باشه منتظری. چه نیازی به قهوه بود؟ به اندازه کافی ازگور رو خسته کردیم. این چه حرفیه؟ شغل ازگور همینه. میدونی من متوجه چی شده؟ این که یه بار خوب رفتار میکنی و یه بار بد همین؟ ببخشی؟ نشنیده؟ چیزی نگفتم چنار. من دیگه اصلا نمیتونم حس بزنم چی قراره از دهنت بیاد بیرون. متوجه این شدم که تو این همه مدت این اولین شام دو نفرمونه. آره همینطوره. حتی میتونیم بگیم اولی و آخری. باشه، هر چی تو بگی حق داری. من اشتباه خیلی بزرگی کردم، متوجه این هستم، ولی میخوام جبرانش کنم. برای همین باید بهم گوش بدی. تو هر چی میخوای بهم بگو چنار، ولی ناراحتی که تجربه کردم و عوض نمیکنه. من واقعا دلم نمیخواد بیشتر از این بحث کنم. بیا دیگه بحث نکنیم. بحث نکنیم. ببین، بذار برات توضیح بدم. تو به من گوش کن. کوچکترین حرف بدی از دهنم بیرون نمیاد. میفهمم از دستم عصبانی. من از تو دلخورم. عشقم حق با توه. من اگه جای تو بودم واکنش‌های بدتری هم نشون میدادم. اشتباه کردم، متوجهم. همه چی رو اشتباه برداشت کردم. اگه اجازه بدی میدونم چی کار کنم که منو ببخشی. باید از این موقعیت رد شی. در این مورد مطمئنی؟ یه چیزی هست که در موردش مطمئنی. اونم اینه که به هم اعتماد نداری نه؟ چطور نمیشه سنم؟ میشه توضیح بدی؟ منم اندازه تو میدونم مرت. مراد زنگ زده و گفتون پارچه رو ندارن، دیگه چی کار کنم؟ باشه، ولی واسه کت شلوار به اون پارچه نیاز داریم. الان چی کار کنیم؟ حلش میکنیم. به پارچه فروشی دیگه زنگ زدی؟ حتما یکیشون داره دیگه. یعنی به چند جا زنگ زدم ولی نداشتن، نتونستیم پیدا کنیم. یعنی چی که به چند جا زنگ زدم سنم؟ ها؟ حتما داری شوخی میکنی. واقعا به این خاطر به هم زنگ زدی؟ آره؟ چی کار میکردم مرت؟ منم وقتی نتونستم پیدا کنم هول شدم. چون تو بیشتر از من پارچه فروش رو میشناسی به تو زنگ زدم. چیه، اشتباه کردم؟ بگذارین باشه، مشکلی نیست، من حلش میکنم. میدونستم تو این کارو حل میکنی مرت. بگذاریم. خب من دیگه برم سر کارم. باید دوتا زنگ زد. کلن دوتا زنگ زده. باورم نمیشه فقط واسه این به هم زنگ زده. همه برنامه ها رو به هم زد. انقدر عصبانی نشو. ما بازم واسه شام میریم بیرون مگه نه؟ میریم مگه نه؟ البته که میریم. تو خودتو ناراحت نکن. الان میخوای به کی زنگ بزنی؟ داداش احمد بود. اگه باشه اون حتما داره. باشه. حق با توه. بهت اعتماد نکردم. اگه دست من بود برمیگشتم و بعضی چیزها رو درست میکردم. دنیز، کاش که میتونستم یه چیزهایی رو عوض کنم. نمیتونی عوض کنی؟ میدونم، اما میتونم از این به بعدش رو درست کنم. ببین من اشتباه کردم. اونم اشتباه خیلی بزرگی چنار. بازم حق با تو. میدونم، ولی از این به بعد همچین اتفاقی نمیفته. ببین بهت قول میدم. خب من چجوری بهت اعتماد کنم؟ چطور اعتماد کنم که فردا بازم این چیزا تکرار نمیشه چنار؟ در نتیجه همه چی طبق چیزایی که میگیم پیش نمیره. من از کجا بدونم آخه که تو دوباره منو متهم نمی کنی؟ تو اعتماد منو از بین بردی. همچین چیزی اتفاق نمیافته. من یه اشتباه کردم و این اشتباهمو جبران میکنم. خیلی بد دلمو شکستی چنار. میدونی از چی بیشتر دلم شکست؟ اینکه تو منو نشناختی. تو باید میدونستی من همچین کاری نمی کنم هیچ وقت. اشتباه کردم. هر آدمی اشتباه میکنه.
بهت شک کردم، میدونم نباید میکردم. ببین ببین، خواهش میکنم یه فرصت بده. دیگه خیلی دیره، ما هم عین سنگ و یه دستبند پخش و پلو شدی، دیگه جمع و جور نمیشی، نمیتونیم عین قبل بشی. خب دیگه باید برم چنار، خواهش میکنم. دنی صبر کن، من برم دستشوی، بعد میریم. باشه، منتظرتم. همه چیز به خاطر من شد، هنوزم خجالت نمی کشی؟ تلفن رو جواب بده دنیز، خدا لعنتت کنه. سردار، خوبی پسرم؟ چیزی نیست مامان، خوبم. ولی به نظرم خوب نیستی، چیزی شده، بگو دیگه. مامان، خوبم، لطفاً به هم فشار نیار. پسرم، من به فکر خوبی تو هم، خواهشن این کارو با خودت نکن. مامان، من با خودم چی کار میکنم؟ الکی داری خودتو نابود میکنی، خودتو راحت نمیذاری. اونی که بخواد بره میره، به زندگی خودت برس. بعدش هم تو پسر جوون مردی هستی، یه عالم دختر سر راهت هست. اتفاقات گذشته هنوز یادته؟ مامان، خاطرات گذشته رو مرور نکن. اسم دختر چی بود؟ نازلی بود یا اصلی؟ حالا هر چیزی، ماها دنبالش دویدی، بعدش چی شد؟ تو رو از توی خیابونا جمع کردیم، افتادی بیمارستان. من اونو خیلی وقت فراموش کردم مامان. ممکنه تو فراموش کرده باشی سردار، ولی من فراموش نکردم. دختره به خاطر تو حکم فاصله از دادگاهو گرفت. نمیخوام همین چیزا واسه دنیزم تکرار بشه. نباید این کارو با خودت و ما بکنی. مامان، مامان جون، ببین من خوبم، نگران نباش. اون سرداری که ازش حرف میزنی تو گذشته موند. دیگه واسه هیچ کس خودمو نابود نمیکنم، باشه؟ تو به اینا فکر نکن، ناراحت نشو، تنها خواستم اینه. پسرم، تو خیلی برام با ارزشی. میخوام تو خوب باشی، همین دیگه، چیزی نمیخوام. چون بچه های من خیلی برام با ارزشن. تو هم همینطور مامان. عزیزم. آشتی کردن، باورم نمیشه. اون همه تلاش کردن بازم آشتی کردن، با هم غذا میخورن و میخندن، ولی انگار با هم دیگه سرد بودن. خب پس چرا با هم رفته بودن رستوران؟ خدا لعنتشون کنه، این چه جورشه دیگه؟ آه خانم. چیه؟ شام آماده کردم، اگه چیزی دیگه میخواین اضافه کنین بگین آماده کنم. شام برام مهم نیست، همه چی رو از من میپرسی سوزان. کسای دیگه هم تو این امارت زندگی میکنن، این خانواده چی میخوره چی مینوشه، تو حالا نفهمیدی؟ یعنی دیگه نفهمیدی که چی کار باید بکنی؟ آهو خانم، من فقط پرسیدم. از من چیزی نپرس، هر چی میخوای آماده کن. دخترم چرا داد میزنی؟ چیزی نیست بابا جون، یعنی چیز مهمی نیست، فقط سوزان یه چیزایی رو اشتباه انجام داده، من حلش میکنم، نگران نباشین. خسته نباشین. هر کاری میخوای بکن، ولی از من سوال نپرس سوزان. چشم خانم. از دستشون دیوونه میشم، این دنیز و چنار واقعا منو دیوونه میکنن.
ببینم نمیخوای جواب بدی؟ شاید یه چیز مهم باشه. خیلی خوب باشه، جواب میدم. کیه؟ همینطوری پرسیدم، مجبور نیستی بگی. چه خبر؟ چی کار میکنی؟ خوبی؟ با چنار توی ماشینیم، داریم میریم خونه. چی شد؟ با چنار آشتی کردین؟ آشتی نکردین، اصلا هم آشتی نمی کنی. خوش اومدی عزیزم. ممنون عزیز دلم. داداش جون خوشحالی؟ خیر باشه. خبرای خیلی خوبی دارم. چه خبری؟ داداش بگو دیگه، والا آدمو دیوونه میکنید، بگو دیگه. کار پیدا کردم، کار. وای خیلی خوشحال شدم، مبارک باشه داداش عزیزم. وایسا جال، صبر کن. چه کاریه؟ خیلی کار خوبیه، حقوقش هم خوبه، میری و میای، همش همین. یعنی نگهبانی میدی؟ کار تامین شوکت؟ آره آیسل، حقوقش مشخصه، کاملا خوبه، میرم و میام، مشکلی هم نداره. وای از این بهتر نمیشه دیگه. والا شبا کار میکنم، ولی چی کار کنم دیگه. یعنی شبا نگهبانی میدی؟ آره معمولا. خب نگهبانی شباست عزیزم. ببین شوکت، بازم شبا بیرونی، تو رو خدا نری تو کار خلافا، به خدا تحمل ندارم. نه عزیزم، تو نگران نباش، میرم و میام، مشکلی هم نداره. خیلی خوب. آیسل یه روز این صورتت به خنده تعجب میکنم. داداشم این شیر قرار نگهبان بشه. راستی از کجا نگهبانی میکنی؟ یه آدمی به اسم عثمانه، انبار مال اونه، اونجا کار میکنم. من برم برات یه چایی دم کنم. برو دم کن ببینم. دنیز برو رو تخت، من رو کاناپه میخوابم. لازم نیست، من همینجوری راحتم. لج نکن دیگه، چند روز روی کاناپه میخوابی، تو برو روی تخت، وگرنه کمر درد میگیری. گفتم که لازم نیست، کمر درد ندارم. ولی اگه اینطور ادامه بدی درد میگیره. بی خودی خودتو خسته نکن. بعدشم من تو این عمارت مهمونم. کجا دیدی که مهمون روی تخت صابخونه بخوابه چنار؟ شب بخیر. شب بخیر. چه فکری میکردی احمق؟ اون همه دل دختره رو بشکن، بعد انتظار داشته باش بیاد روی تخت. حق داره داداش، خیلی هم حق داره. چی کار بکنه؟ به خاطر دو تا حرف منو ببخشه؟ نمیشه که. البته که به این راحتی نمیبخشه، منم بودم نمیبخشیدم، و این واقعا حقمه. اما من که تسلیم نمیشم، یه جوری میونم و با دنیز درست میکنم. همونطور که همه چی خودم خراب کردم.
آه الو، سلام، ببخشین گلای ما آماده است؟ خیلی خوب، ازگر چند لحظه بعد میاد میگیره. خیلی ممنونم عزیزم، خسته نباشی. آی ببین پسرتو ببین چطور شدم. آی خیلی خوشتیپ شدی، خیلی خوشتیپی، ماشالله پسرم. راستی ازگر گلا آماده است؟ باشه مامان جون، یکم دیگه میرم و گلا رو میگیرم. خوبه، ولی شکلاتا یادت نره. اونام یادم نمیره، نگران نباش. یه چیز دیگم بود. چی بود؟ آی چه بدونم، از هیجان دست و پام به هم پیچیده. مامان جون میشه آروم باشی سلطانم؟ آی نمیتونم، من برای اولین بار واسه پسرم میرم خواستگاری، خب برام خیلی سخته دیگه ازگر جون. مامان من سعی میکنم تابلو نکنم، ولی منم خیلی هیجان زدم. آی بمیرم برات عزیزم، تو دیر نکن، برو دیگه پسرم. باشه نگران نباش، دارم میرم. برو بابا جون، صبح بخیر، من رفتم. صبح بخیر، فرار کن ببینم، فرار کن، پسره داره ازدواج میکنه. البته تکین، من کراوات اینو پیدا نکردم، این یکی رو زدم. خب این قشنگ تره، خیلی بهت میاد. سردار کجاست؟ بالاه، اون دیر اومد یکم خوابیده، حتما خسته است. میخوایم امروز بریم خواستگاری ها؟ حداقل امروز گیر نده، چند لحظه بعد میاد پایین. خیلی خواب باشه. گوشیم کجاست؟ گوشیمو کجا گذاشته؟ نوران تو دستته. آیی مگه حواس برام مونده؟ بگذاریم، زود باش. چه خبره؟ من بهت گفته بودم این ست، اون یکی ستا گفتم، برو آمادش کن. فوراً عوضش میکنم، راستی پذیراییمونم آماده است. ببین سوزان، هیچ اشتباهی رو نمیخوام، همه چی باید بی نقص باشه، میفهمی؟ شما اصلا نگران نباشین، همه چیز آماده است. هرچی از دستتون برمیاد نه، بهترینشو انجام بدین. باشه خانم. از چیزایی که آماده کردی بیار، میخوام تستشون کنم. فوراً میارم. این گلم از وسط بردارین. باشه. صبح بخیر. صبح بخیر. برات یه صبحونه عالی آماده کردم، فقط شیر مرغ کمه. میخواستم سوسیس تخم مرغم درست کنم، ولی گفتم بذار اتاق بو نگیره. دنیز نذار چایت سرد بشه. باشه نوش جونت، من گرسنه نیستم. برات این همه چیز آماده کردم، یکی دو لقمه بخور بعد برو. میخوای گرسنه بری سر کار؟ من نمیخوام چنار، باید فوراً برم. باشه. از دست تو دنیز، از دست تو. دخترم پاشو دیگه، ببین ساعت چند شده. آسی روز بزرگ فرا رسیده، پاشو دیگه عزیزم. ملم کن، میخوام بخوابم مامان. نه عزیزم نمیخوابی، بلند شو. مامان من تازه خوابیدم، نمیخوام الان بیدار شم. آسین جون امروز میان خواستگاریت، فراموش کردی؟ نه عزیزم، چطور میتونم فراموش کنم؟ باید آماده بشی، هنوز خیلی کارا مونده که انجام ندادی. زود باش دختر خوشگلم، یکم بخندی که زود باش. من هیچی واسه خنده نمیبینم مامان جون. اوف، این جریان نامزدی
حرفش که بود خنده دار بود، ولی واقعی که شد دلم میخواد بزنم زیر گریه. من برای تو بهترین ها رو فکر میکنم عزیز دلم. همه چیز باید واسه تو بهترین باشه. زود باش خوشگلم، زود باش پرنسس من، زود باش دیگه. مشکل نبوده پارچه داشتیم که اونم حلش کردیم. مشکل پارچه؟ پس چرا من از این موضوع اطلاعی ندارم؟ اگه با این چیزای کوچیک مزاحمت بشم، پس من اینجا چی کار میکنم مامان جون؟ لباسا تو چه وضعیتی هستن؟ شروع کردن به آماده کردنش. مکان مراسمم که مشخصه، مدل هم شروع کردن به تمرین کردن. همه چی کامله. آفرین پسرم، مدیر کردن تو تصمیم درستی بود. خب کارو باید از اهل کارش یاد گرفت. آفرین مرد، بهت افتخار میکنم. خیلی ممنون مامان جون، هر کاری که از دستم بر بیاد میکنم. بهترین کارو انجام دادی. پس من باید برم، کارا منتظره من. وقتی نیستم کارا پیش نمیره مامان جون، میدونی که. باشه پسرم، خسته نباشی. خدافظ. سلام مرد. سلام. فکر کنم یادشون رفته قهوه منو بیارن عزیزم. حالم خوب نیست، میشه با هم دیگه یه قهوه بخوریم؟ یه جای دنج سراغ دارم، قهوه هاشم عالیه. ببخشی مرتم، خیلی سرم شلوغه، ولی به بچه ها میگم که قهوه تو واسط بیارن. یعنی نیم ساعت واسه من وقت نداری؟ برای هیچ کاری خارج از کار وقت ندارم. همونطوری که گفتم تو برو، من میگم واسط قهوه بیارن. باشه؟ باشه، اصرار نمی کنم، بعدن میبینمت. ازت چی میخواست؟ باورت میشه قهوه خوردن. مشکلش اینه؟ خب چرا به تو میگه؟ چه میدونم، لوسه دیگه. منو ببین، تو که بهش رو ندادی. آره؟ تو رو خدا بس کن. چیه؟ همیشه اطرافت عزیزم فکر میکنی من متوجه نمیشم. کاش حداقل قیافه داشت. دراز عملی، ازش خوشم نمیاد. باهاش حرف نزن مرد. اویکو جون عزیزم، یکی یه دونه من توی سر خوشگلت این داستانا رو سر هم نکن. به اندازه کافی خستم، از بس لوس بازیه یه مانکنه رو تحمل کردم، کلافه شدم. تو هم دیگه خسته ترم نکن. من تو رو خسته میکنم مرد. باشه. چی کار کردی وکیل؟ هنوز باید صبر کنیم؟ وکیل، این انتظار منو عصبانی کرده، خبردار باش. چه عجب، از اونجا جمع نمیخوری وکیل، منو در جریان بذار. حقایق دارن مشخص میشن، به واقعیت نزدیکم. خیلی دلم برا تنگ شده. بیا دیگه. میدونی که اگه این جریان نامزدی نبود امروز پیشت بودم. منم خیلی دلم واسه تنگ شده. پس فردا منتظرتم. برای این که از دلم در بیاری یه چیزی میخری دیگه نه؟ واسه این که از دلت در بیارم هر کاری میکنم، میدونی که الان دل این خانم که با دوتا حرف خوب به دستم میاد. حتما باید واسه تون پول خرج کنم. آره، دل الا خانم داره واسمون گرون در میاد. میبینمه. یالچین داری چی کار میکنی؟ هیچی عزیزم، من... یالچین میدونی ساعت چنده؟ میخوای یادآوری کنم؟ امروز تنها دخترت نامزد میشه. آها، تو اونو میگی. یالچین، آخه چرا انقدر خون سردی؟ آره اونو میگم. به جز من هیچ کس براش مهم نیست. باشه آروم باش. تو با بابام هم صحبت کردی؟ نه حرف نزدم، ولی خب حرف میزنم. اونم قانع میشه بالاخره. این زن کجاست؟ هیش.
دقیقا وقتشه. تا اصل گیرم ننداخته سری برم به کارم برسم. به آهو خبر بدم که من دارم میام. فقط تو کم بودی جاله، خودم به اندازه کافی سرم شلوغه. یعنی نمیشنوه؟ پس چرا جواب نمیده؟ نکنه داره میاد اینجا؟ اوف خدا دیوونه میشم. بهتره با استل زنگ بزنم تا جلوی این دیوونه رو بگیره. الان باید قیافه و مردگرم تحمل کنه. چنار با من بودی؟ نه، این کروات بستن رو یه ساله که یاد نگرفتم، اونو میگم. فقط همین کروات کم بود. هم بیا. انگار بلد نیستی، من درستش میکنم. چی میشه اگه بگی بخشیدمت؟ الان سرتو بلند کنی، به صورتم نگاه کنی، بگی باشه گذشته و گذشته. یعنی واقعا چی میشه بگی همه اتفاقات بعد توی گذشته تمام شد؟ تمام شد؟ بله. کرواتو میگم، بقیهشو خودت حل کن. باشه، من حلش میکنم. ممنون. جالی، اوه بسم الله الرحمن الرحیم. ترسوندیم دختر، اول آدم یه اهمی اهمی میکنه بعد صدا میزنه. آخه این چه حرفیه؟ آدم وقتی از خونه میره بیرون یه خبر میده. دادم آیسل جون، خواهش میکنم. حتی داد زدم که من میرم، اگه چیزی احتیاج داشتی زنگ بزن بهم. داد زدم؟ البته که داد زدم، حتما به خاطر صدای آب نشنیدی. منم با خودم گفتم این زن چرا جواب نمیده، نکنه قهر کرده بود دلخوره با از این حرفا دیگه. تو الان داری کجا میری؟ میرم مانیکور و پدیکور کنم، به موهامم برسم، ابروهامم بردارم، یکم خوشگل کنم دیگه. یعنی کار مهمی نداری؟ نه، کارای روتین منه دیگه. پس باید با من بیای. شما کجا میریم؟ وقت دکتر دارم عزیزم، منو تنها نمیذاری مگه نه خواهر شوهر جون؟ حتما میام عزیزم. آی سیل جون، میشه من تنهات بذارم ها؟ آی اینا رو درستش کن، مرتبشون کن، چیزای گرمن بذارین توی فر. هر طور شما بخواین. بله نوران جون. تو راهین؟ عالیه. باشه عزیزم، منتظرتونیم. میبینمت، میبوسمت. دخترم، مهمون داریم؟ این آمادگی برای کیه؟ بابا جون، منم میخواستم بیام پیش شما، یه موضوعی هست که باید راجبش حرف بزنم. خیر باشه، بریم توی اتاقتون. البته. خلاصه این که بابا جون، با یالچین صحبت کردیم، تصمیم گرفتیم که آسین و اوزگو رو با همدیگه نامزد کنیم.
آهو، بدون اجازه من چطور میتونین تصمیم بگیرین؟ این چه جسارتیه؟ بابا جون خواهش میکنم آروم باشی. محمد نگفتم این کار نمیشه؟ دختره مگه چند سالشه؟ دانشگاهش مونده؟ بابا جون ما هم این موضوع رو میدونیم، طبق اون تصمیم گرفتیم. یعنی دونسته این کارو کردین، عذر بدتر از گناه کردین. منم فکر کردم و تصمیم گرفتم که این کار نمیشه. بابا جون اگه به هم گوش بدین حتما به هم حق میدین. نمیدم آهو، با اعتماد به تو تو این موضوع اشتباه بزرگی کردم. ولی بابا. آهو ساکت شو، چطور تونستی پشت سر من نقشه بکشی؟ باشه از یالچین چنین انتظاری دارم، اون از این کارا میکنه، ولی تو چطور این کارو با من میکنی؟ بدون اجازه من میخواستین این کارو بکنین؟ آره؟ من اجازه نمیدم. بابا جون راجع به این که باید باهاتون صحبت میکردم حق دارین، ولی خجالت کشیدم نتونستم. اگه اجازه بدین راجع به آینده آسین من و یالچین تصمیم بگیریم. که اینطور؟ اگه آسین دختر شماست نوه منم هست، این خونه خونه منم هست، رئیس این خونواده هنوزم منم. خب تو میدونی اینا یعنی چی؟ ها؟ الان به تکین زنگ میزنی یا به نوران یا به هر که دلت میخواد، ولی این کار نمیشه. ببین اگه بیان امارت من مسئول اتفاقایی که میفته نیستم، فهمیدی؟ خیلی خوشگل شدم، ولی چه معنی ای داره؟ برای کسی که من حقش نیستم چرا خوشگل میکنم؟ میشه بیام تو؟ فقط تو کم بودی. البته بیا، نیازی به پرسیدن نیست. ببینمت، خیلی خوشگل شدی. ازگر خیلی خوشش میاد، یه بار دیگه عاشقت میشه. در اون که شکی نیست. خب، هیجان داری آسین؟ یعنی در اصل آرومم. در نتیجه اینجا میان و بدون خواستگاری از من نمیرن که. اون انگشتر به هر شکلی میاد تو دستم. یعنی اصلا قلبت تون نمیزنه، دستات نمیلرزه؟ تو هم قشنگ مچمو گرفتی. در اصل سعی میکنم نشون ندم، ولی راستش یه جوری شدم. خیلی نرماله آسین، خیلی نرماله. با مردی که عاشقشی نامزد میشی. خیلی برات خوشحالم. مطمئنم همینطوره. تو خیلی مهربونی. خوشگل شدی. دنس جون. باید قبل از اینکه بابام اوضاع رو به هم بریزه، حتما باید جلوی این کارو بگیرم. زود باش نوران، زود باش جواب بده. الو عزیزم. آره چند دقیقه بعد میای. آمده ایم، امیدوارم دیر نکرده باشیم. نوران اصلا نباید بیاین اینجا. یعنی چی نیاین؟ گل و شیرینی خریدیم، الان میاییم باشه؟ چی میگه؟ خب من چند دقیقه پیش با بابام حرف زدم، کاملا مخالفه. خب هرچی تلاش کردم بابام قانع نشد، چه میدونم، مجبوریم این نامزدی رو کنسلش کنیم. یعنی چی مجبوریم کنسلش کنیم؟ ها؟ چی شده؟ آه خیلی معذرت میخوام. مرد خواهشن بیا زیپمو ببند، تنهایی نمیتونم ببندمش، کمکم کن. باشه عزیزم، زود باش بیا. بهتره بگم که یکی بیاد کمکتون. الان به خاطر یه کار کوچیک منو معطل دستیار نکن، زود باش، منتظرم دیگه، بیا. باشه، حالا هرچی بیا. ملتا همیشه یکم کمکم کنی خواهش میکنم.
آی میر تو خیلی بامزه‌ای. حالا لازم نیست انقدر خجالت بکشی. توی محله کاری میلتم. این لباسو درار. از اولش هم راضی نبودم. واضح گفتم راضی نیستم. با هر زبونی که شد بهتون فهموندم. این نامزدی اتفاق نمیفته. ازگر و آسین نامزد نمی کنن. فهمیدین؟ باید همه اینو بدونم. بابا بزرگ شیر من، فقط تو میتونی منو در کنی. آی منو از این کابوس ازدواج نجات دادی. بابا جون هر چی که بگین حق دارین. اگه ما میدونستیم واکنش شما اینطوریه که شما پشت سر من نقشه کشیدین. آره واقعا که اونطوری که فکر میکنین نیست. آهو تو میدونی من چه فکری میکنم؟ میدونم. آسین هنوز خیلی بچه است و شما فکر میکنین توی این سن اونو به زور شوهر میدین. دقیقا همین کارو کردیم مامان جون. فقط این فکر رو ندارم. شما فقط یه دختر بچه رو شوهر نمیدین. با تصمیم گرفتن به جای اون به شخصیتش حمله میکنین. اما بابا جون. آهو حرفمو قطع نکن. شما نمیتونین به جای دخترتون تصمیم بگیرین. نمیتونین تو آینده اون دخالت کنین. آسینم نمیتونه تو این سن تصمیم بگیره که کل زندگیشو عوض کنه. دختر بیچاره هنوز درس میخونه. بذارین درسشو تموم کنه، دنیا رو بشناسه. باشه شاید به نظر شما ازگر پسر خوبی باشه، ولی بذارین آسین خودشونو بشناسه و ببینه. همینه بابا بزرگ، تو قهرمان منی. آسینم الان خیلی خوشحاله. آروم باش بابا میشنوه. ساکت شو. ملتم خانوم شما رو صدا میزنم. تموم شد. مرت؟ یعنی آقا مرت شما اینجا بودی؟ آره چیزه، اومده بودم یه چیزی رو چک کنم. چی رو چک کنی؟ این که در مورد لباسا مشکلی هست یا نه. اگه مشکلی هست اومده ببینه مشکلی دارم یا نه. اما نمیدونم چرا خجالت میکشه. نمیدونم یعنی چرا. یعنی برای کمک نه، ولی خواستم کنترل کنم ببینم مشکلی هست یا نه. یعنی کاملا دلایل حرفه‌ای داشتم. نگران چی هستی عزیزم؟ آره عزیزم دیگه چه دلیلی میتونه داشته باشه؟ مثلا من یه لحظه به شک افتادم که اصلا این لباس اندازم هست یا نه. آقا میر دستشون درد نکنه اومد کمکم کرد. زیر سایش حس خوبی دارم. یعنی چی؟ به هم روحیه داد. تو هم اینو میدونی، هرچه روحیه ای آدم بهتر باشه بهتر میتونه لباس بپوشه و کارشو درست انجام بده. خب راستش کاری نبود که بخوای انقدر بزرگش کنی، فقط یکم کمکش کردم. اصلا بزرگش نمی کنم به خدا. باید قدر همچین رئیسی رو بدونی. میدونم عزیزم، مگه میشه ندونم؟ آقا مر دستش درد نکنه، خیلی به کارمنداش کمک میکنه. البته نمیدونم نسبت به همه کار کنه اینطوره یا نه. من باید برم به کارم برسم. فعلا خدا نگهدار. رسمن تو چشمو نگاه کردن و ما رو مسخره عالم کردن. خیلی بیادبیه. این آبروریزیه. اگه بگم تعجب کردم دروغ گفتم. من انتظار همه چی رو از این خانواده دارم. حق داری پسرم، حق داری. حرفشون رو شنیدی؟ آقا فهمی نمیخواد. انگار آقا فهمی برانوش بهتر از پسر من میتونه پیدا کنه. دقیقا. ما با هم کار میکنیم و دوست به حساب میاییم. حالا که نمیخوای قشنگ میای جلو و به ما میگی منتظر باشیم. این رسمش آخه. یعنی چی که توسط او واسه ما خبر میفرستی؟ برای آقا فهمی این رفتارا خیلی عادیه بابا.
این کارشون نسبت به ما کاملا بی احترامی. همش به خاطر آهوه، نمیتونه پشت تصمیمش درست وایسه. فهمیدین حق ندارن پسر منو اینجوری ناراحت کنن. من میرم اتاقم یکم استراحت میکنم. استراحت کن پسرم، ولی مطمئن باشه حساب این کارشون رو پس میدن. حالا ببین، حساب پس گرفتن واسه مهم نیست بابا، میخوام یکم استراحت کنم، میخوام تنها بمونم. باشه پسرم، باشه عزیزم، برو استراحت کن. من یه سر بهش میزنم. پسرم رو نابود کردن، دست به دست هم دادن و این کارو کردن. حساب این کارشونو پس میدن نوران. اگه امروز نباشه فردا پس میدم، ولی مطمئن باش پس میدم. این اصلا خوب نشد یالچین. هم آقا تکین با همون دشمن شد، هم بابا از دستمون عصبانی شد. اصلا خوب نشد. من هنوز نفهمیدم چرا بابام اینقدر واکنش نشون داد. گفت که آسین میره دانشگاه. انگار دختر ما خیلی عاشق درس و دانشگاه است. باشه، ولی کلن یه نامزدیه، قرار نیست که فوراً ازدواج کنن. علکی بزرگش کرد بی خودی. حالا بی خود یا با خود، بابا حرف آخر رو زد، تموم شد. اصلا حدس نزده بودم اینقدر واکنش خشن نشون بده. الان تکینینا خیلی ناراحت شدن. خیلی بد شد به خدا، نمیدونم چجوری جمع جورش کنم. والا اگه با بچه من این کارو میکردن دیوونه میشدم. این که اونا توی چه وضعیتی هستن میتونم حدس بزنم. چیزایی که میدونم و تکرار نکن یالچین. اگه میخوای یه حرفی بزنی یه راه حلی نشونم بده، منم میتونم حدس بزنم توی چه وضعیتی هستیم. نظر منو میخوای؟ باشه بذار نظر بدم. چطور درست میکنی؟ چطوری درستش میکنی؟ نمیتونی درستش کنی آهو. بعضی کارا جبران ناپذیره. این راه برگشتی نداره. اوف یالچین، یه بارم یه حرفی بزن که به دردم بخوره. عزیزم حقیقت مشخصه، خود کرده را تدبیر نیست. بابا بزرگ شیر من چطور نجاتم داد؟ قهرمان من، بابا بزرگ عزیزم، نجات پیدا کردم، قشنگ نجات پیدا کردم. یه ذره مونده بود نامزد اوزگور بشم. نامزد اوزگور آسین، مگه میشه همچین چیزی؟ آره خدا رو شکر که بابا بزرگم نجاتم داد، منو به آزادیم رسوند. این پرنده‌ای که از قفس فرار کرده آزادم، نجات پیدا کردم. این که لحظه آخر نامزدی کنسل شد اصلا خوشایند نیست. آره الان آسینم خیلی ناراحت شده، واسه نامزدیش خیلی هیجان زده بود. والا الان اصلا ناراحت به نظر نمی رسید. آسین دلش راضی به این نامزدی نبود، من می دونم. جدی؟ من فکر کردم آسینم می خواد با ازگور ازدواج کنه. مداخله بابام از یه لحاظی خوب بود دنیز. باشه، ولی اگه نمی خواست چرا همچین چیزی رو قبول کرد؟ یعنی نامزدی مسئله جدیه. اگه میدونه که با یکی خوشبخت نمیشه پس چرا وارد این راه میشه؟ من که نفهمیدم. پس آسین عاشق نیست؟ همه عین شما خوششانس نیستن. واقعا که حرف به جایی زدیم، ما خیلی خوششانسیم، مگه نه عشقم؟ تو بزرگترین شانس من توی این زندگی و تو هم برای من. شما خیلی بامزه این، همیشه خوشبخت باشین. امیدوارم. در واقع تو میتونی با آسین صحبت کنی دنیز، ممکنه نه خود با من درد دل کنه. خب چنارم که یه مرده، ببرز چرا وقتی دلش نمیخواد وارد همچین ماجرایی شده؟ شاید واسه تو تعریف کنه. نمیدونم، یعنی من میتونم صحبت کنم ولی
آسین اگه بخواد حرف بزنه میدونه به حرفاش گوش میدم. چون خانوممه نمیگم، ولی بهترین شنونده دنیاست. همینطور بهترین مشاور دنیا. من فکر میکنم آسین بدون توصیه گرفتن از کسی خودش قدمای درستی برمیداره. خب توی این خونه خوشحالترین زوج شمایید. آسین باید به حرفای تو گوش کنه. زنداداش میدونه بهترین تصمیمو میگیرم. شایدم منظورش این نبوده چنان. من با کیا دارم سر و کله میزنم؟ اونا اونجا تابلوی خوشبختی شدن. این همه سر و کله میزنم ولی نمیتونم جداشون کنم. ملتم داشتین تنهایی چی کار میکردین؟ گفتم که اویکو برای دیدن آخرین وضعیت لباس رفته بودم اونجا. مگه غیر از این چی کار میتونم بکنم؟ من اونجاشو نمیدونم، ممکنه هر کاری کنین. من انتظار هر چی از اون دختره دارم. باشه، از اون انتظار داری، ولی از منم انتظار داری؟ دیدم وقتی وارد اتاق شدم چطور تعجب کردی. تعجب نکردم، چه ربطی داره؟ تعجب کردی مثل کسایی که یه چیزو مخفی میکنن. چیزی نیست عزیزم. اگه هم مضطرب شدم به خاطر کاره که استرس دارم، چیزی دیگه ای نیست. چرا بزرگش میکنی؟ خب باشه، بهت اعتماد میکنم، ولی اون دختره از تو دور باشه. یعنی این که دورو برد نپله. که فهمیدی چی گفتم؟ گوش کن، تا وقتی من بهش اهمیت نمیدم به چرخی یا نچرخه چه فرقی داره؟ به من چه؟ اگه یه مرد بیاد به هم گیر بده کلن اطرافم به چرخه. چی کار میکنیم؟ یکی میزنم تو صورتش. اینم یه همچین چیزیه. پس نقشم داره کار میکنه. پایان رابطتون نزدیک، از من گفتن بود. آقا مرت. سلام خانم. تونستین به کلکسیونی که فرستادم یه نگاه بندازین؟ آره، همین الان داشتم بهش نگاه میکردم. خسته نباشین. تو هم همینطور. چقدر خوشحالن. اصلا نمیفهمم آی چنار اون همه اتفاقاتو دید. هنوزم از دنیز دست بر نمیداره. اول شک داشتم ولی دیگه مطمئنم، قطعا آشتی کردن. نباید اینطوری باشه. باید یه راهی برای جدا کردنشون پیدا کنم. اینکه سردار رو بندازم به جونشون هم نتیجه ای نداد. البته فعلا نتیجه ای نداره. باید به سردار فشار بیارم. اگه به اون جسارت بدم، با حمله های بزرگتری میتونیم دنیز و چنار رو از هم دیگه جداشون کنیم. میشنوم. آقا خانم سلام، من احمد هستم، من از شرکت تماس میگیرم. خیلی خوب. برای ساخت مدرسه در مناطق محروم جنوبی و سلامانه شده در حال حرکت هستیم. خواستیم که اطلاع بدم. باشه، هرچی لازمه انجام بدین دیگه. نه نه، شما کاری نکنین. من کار حمل و نقل رو انجام میدم. من حلش میکنم. باشه خانم، هر طور شما بخواین. روز بخیر. روز بخیر. با هم کار میکنیم آقا فهمی. خواهی دید کوچیک کردن من و خانوادم چه معجزاتی داره. این کار اینجا تموم نمیشه. میشنوم وکیل، پیشرفتی هست؟ قبرا رو نبش کردیم آقا تکین. خسته نباشین. فوراً واسه دی ان ای نمونه بردارین، فوراً. فقط یه مشکلی هست آقا. باز چه مشکلی وکیل؟ قبرها خالی هنماشون. چی؟ چطور ممکنه قبرها خالی باشه؟ نمیدونم آقا تکین، ولی خالیه، همش خالیه، کسی نیست. آخه این چطور ممکنه وکیل؟ نکنه شاید هیلمی زنده باشه.
چنار. آقا الان میخوای ما چیکار کنیم؟ فوراً از حالیت نمونه برای تست دی ان ای بگیرین بیارین اینجا. چشم، حتما، هر طور شما بخواید. این ممکنه؟ ممکنه واقعاً برادر زادم زنده باشه؟ چنار، چنار واقعاً ممکنه برادر زادم باشه؟ سلام، چطوری؟ سردار؟ تو اینجا چی کار میکنی ها؟ جواب بده، اینجا چه غلطی میکنی؟ سردار جون، خوش اومدی. ممنون خانم. آی چنار جون، چرا مهمونمونو دعوت نمیکنی بیاد تو؟ اون مثل یه غریبه بیرون مونده. سردار جون لطفاً بیا تو. خیلی ممنون. اینو برای شما خریدم. خیلی ازت ممنونم. تو این دوره زمونه مردی مثل تو خیلی کمیابه سردار جون. بیا بریم تو سردار. چنار جون تو هم حتما بیا پیش ما. بفرمایید. این مرد که اینجا چه غلطی میکنه؟ یعنی برای چی اومده اینجا؟ سلام، حالتون چطوره؟ بعد از کاری که کردین انتظار دارین چطور باشم آهو خانم؟ خونوادمونو کوچیک کردین، مخصوصا ازگورو. آی ازگور جون خیلی ناراحت شده. آره راستش ما هم خیلی ناراحت شدیم. ناراحت شدنتون اشتباهی که کردین رو عوض نمیکنه. متوجهم سردار جون. میدونی که نوران نزدیکترین دوست منه. هیچ وقت نمیخوام اون از دستم ناراحت بشه. فکر کنم لازم نیست بگم مامانم از عصبانیت داره دیوونه میشه. هر چقدر از دستمون ناراحت بشین بازم کمه. یعنی همونقدر که شما ناراحت شدین ما هم همون اندازه ناراحتیم. من باید از کجا میدونستم که بابام همچین واکنشی نشون میده؟ آسین خیلی ناراحته، از اتاقش نمیاد بیرون. باور کنین. گوش کنین، باور کردن من چیزی رو عوض نمیکنه آهو خانم. به نظرم بهتره با مامانم در این مورد حرف بزنیم. صحبت میکنیم سردار جون. اولین کاری که باید بکنم اینه که به نوران زنگ بزنم. سردار جون، به خاطر یه موضوع دیگه‌ای که ربطی به این ماجرا نداره مزاحمت شدم. بفرمایید. راستش خیریه ما برای مدارس روستاهای جنوبی کمک میفرسته. میگم کار حمل و نقلش رو تو انجام بدی. نظرت چیه؟ هر کاری از دستم بر بیاد انجام میدم. میدونستم دست رد به سینم نمیزنی سردار جون. اگه مایلی بیا امارت از نزدیک با هم حرف بزنیم. به نظرم بهتره الان با آقا فهمی روبرو نشم. درکت میکنم، ولی الان بابام تو امارت نیست. میتونی با خیال راحت بیای. خیلی خوب، باشه الان میام. خیلی خوب، میبینمت سردار جون. سوزان اینو ببر آشپزخونه، بعدش هم واسمون دوتا قهوه درست کن. چنار، شد سه تا قهوه. چرا اونجا بایستادی؟ بیا اینجا بشین. نمیخوام مزاحمتون بشم. چه مزاحمتی عزیزم، بیا دل زنداداشتو نشکن. باشه. حالا چطوره چنار؟ خوبم سردار، ممنونم. تو چطوری؟ راستش بعد از کارهایی که با همون کردین سعی میکنم خوب باشم. اوضاع رو خرابتر نکنیم، خواهش میکنم. دنیزم اینجاست. دنیز بیا عزیزم، ببین مهمون داریم.
آقا سردار، شما اینجا چی کار میکنی؟ سلام دنیز، از دیدنت واقعا خوشحالم. سوزان، 4 قهوه درست کن. تکین، چه بدبختی داریم، میبینی؟ چند دقیقه پیش رفتم بهش سر بزنم، انگار دنیا رو سرش خراب شده، ساکت نشسته، حرف نمیزنه. حال ازگر خوب میشه و فراموش میکنه، اون هنوز خیلی جوانه. هیچ وقت کاری که آهو با همون کرد و یادم نمیره. ببین ما رو به چه روزی انداخته، رسمن با همون بازی کرد. دستش درد نکنه. نه نوران، آهو تقصیری نداره، همه این چیزها تقصیر آقا فهمیه، به جز اون کس دیگه ای مقصر این اتفاق نیست. راستش کاملا حق با توه، آخه چیه ما رو نپسندید که نامزدی رو کنسل کرد ها؟ خودتو ناراحت نکن نوران، مهم نیست، ولی چرخ روزگار میچرخه. اون فهمی به خاطر کاری که با همون کرد بد جوری پشیمون میشه. اگه فکر کرده کاری که کردی بی جواب میمونه، سخت در اشتباهه. بازی بی تربیتا. میدونی چیه؟ من بازم با آهو حرف میزنم، هرچی تو دلمه همینجوری میریزم بیرون. ببینم اون موقع میتونه خجالت بکشه. واقعا شرم آوره. خوشم اومد، عالیه. مامان جون، راجع به ارائه چند تا نظر دیگه هم دارم، وقتی ازشون مطمئن شدم حتما بهتون میگم. منتظرم، مطمئنم که از پس این کارم برمیای. بهت تبریک میگم، واقعا کار قشنگی از آب در اومده. خیلی ممنون مامان، هر کاری که از دستم بر بیاد میکنم. نباید بهونه بدیم دستشون، متوجهی که؟ حواسم هست مامان جون. کار کردن با ملتم جوشکن خیلی به نفعمون شد. دختره تو کار خودش خیلی وارده. من راجع به موضوع ملتم خیلی مطمئن نیستم. منظورت چیه پسرم؟ یعنی فکر میکنم میتونی با یه شخص مناسب تر کار کنیم مامان. به نظرم تو اسمش اغراق کردن. قرارداد بستیم مرد، اگه لغو کنیم باید بهش خسارت بدیم. مامان، دختره درد سر سازه. از زمانی که اومده اینجا همش داره یقه یه کسی رو میگیره، میفهمی؟ همه مدل ها درد سر سازن مرد، خودت هم که این موضوع رو میدونی. مامان جون میدونم، خیلی خوبم میدونم، ولی هرگز مانکنی مثل این ندیده بودم. ملتم مدل خیلی موفقیه، من فقط میخوام با اون کار کنم. مامان جون به نظرم اگه بتونیم با یه مانکن مناسب تر کار کنیم خیلی بهتره. راستش بهتره یه بار دیگه به تصمیمتون فکر کنیم. تصمیم آخرم همینه. باشه، حالا که نمیشه کاریش کرد، هرچی شما بگین همونه. دنیز جون، چرا اونجا وایستادی؟ سردار جون دستش درد نکنه، حرفمو رد نکرد، بدو بدو اومد کمکم. میشه دستی که دراز شده رو رد کرد دنیز جون؟ باید با مهمونمون دست بدی عزیزم. خوش اومدین. خیلی ممنون دنیز جون، تو واقعا مثل یه فرشته میمونی. نتونستیم احوال همدیگر رو بگیریم. خیلی سرپا موندیم، الان قهوه ها میرسن، زود باشین بیاین بشینیم بچه ها. خیلی خوب دنیز، پروژه ها چطور پیش میره؟ خوب پیش میره. یادت یه سریال رومانتیک تو تلویزیون نگاه میکردیم؟ تفلی آخر سرش هم به هم نرسیدن، چقدر بد. آی
چی شد آیسه؟ آی خدایم چیزی نیست جاله بزرگش نکن. سب کن حداقل اینو اینطوری فشار بده خونش بند بیاد. باشه ممنونم. آه خیلی کار میکنی آی سل جون، دیگه حتی چشمات روبروت هم نمیبینن. آی چه میدونم، یهویی حواسم پرت شد. این شوکت واسه آدم هوش و حواس نمیذاره. میگم آی سل، به نظرت تو خیلی بهش فکر نمیکنی. ببین واقعا اصلا کار خوبی نیست، اگه همینطور ادامه بدی مریض میشی، دکترها اینو گفتن. آه تو هم که از همه چی سر در میاری. منظورت چیه؟ بعدش هم تو چرا هی به داداشم شک میکنی؟ شبانه نگهبانیه دیگه، چرا باور نمیکنی؟ یعنی چی؟ ببین اینجا مینویسم این بار درست میگه، اگه برعکسش ثابت شد بیا تو صورت من توف کن. باشه؟ خیلی خوب، هرچی خیره. چای میخوای؟ نه ممنونم. دفتر خاطرات عزیزم، امروز یه معجزه شد و من کاملا از جریان نامزدی راحت شدم. یعنی میتونم بگم دومین روز خوب زندگیمه. اولین روزم روزی میشه که چنارون دنیز احمق ول کنه و بیاد پیش من، ولی الان نمیخوام به دنیز فکر کنم و ناراحت بشم. امیدوارم واسه گریه کردن زنگ نزده باشی. بگذاری من اصلا جواب نمیدم چون حالم گرفته میشه. خیلی ممنون. نوش جونتون. سردار جون، همونطور که پشت تلفنم گفتم، ما به عنوان خیریه برای مدارس روستاها کمک میفرستیم. البته در این زمینه منتظر کمک تو هم هستیم. اصلا به کار حمل و نقل فکر نکنین، راستش تمام امکاناتمون رو برای اون بچه ها به کار میگیریم. فکر میکنه فرشته مهربونیه. راستش رو بگم، من اصلا به کمکت شک نکرده بودم. شاید اینو بدونین، سردار جون قهرمان مخفی خیریه ماست. هر موقع مشکلی پیش بیاد با عجله خودشو میرسونه. این چه حرفیه؟ اصلا حرفش هم نزنین. کاش قبل این که بری پیش سردار میومدی پیش من زن داداش. هر کاری که لازم بود همه رو انجام میدادم. باور کن اصلا به ذهنم نرسیدی. که اینطور؟ این که اعضای خانواده به ذهنتون نیاد خیلی عجیبه. چنار جون، تو هیچ وقت به کارهای خیریه رسیدگی نمی کردی، برای همون به ذهنم نرسیدی. سردار جون قبلا تو همچین موقعیتایی همیشه کنارمون بوده و کمکمون کرده. تصمیم خوبی گرفتی زن داداش. حالا که آقا سردار اینقدر بهت کمک میکنه، خیلی خوب شده من پا پیش نذاشتم. من با اجازتون میرم، یه سری کار دارم باید انجامشون بدم. عزیزم بشین، کارا رو بعدن حل میکنی. الان آقا سردار اومده، نمیبینی؟ اگه اینطوره باشه. بله همینطوره. بعدش هم لازم نیست انقدر خودتو خسته کنی، کارا به موقعش حل میشه. راستی آقا سردار بعد از 40 سال اومده مهمونی، مگه نه؟ چند روز پیش همه کاراتو ول کردی و به هم کمک کردی. واقعا نمیدونم چطور ازت تشکر کنم دنیز جون. هر کاری از دستم بر بیاد انجام میدم. البته نمیتونم به همه چی برسم. اون موقعم عشقم به خونه رسیدگی میکنه. با هم همه ی سختی ها رو میگذرونیم. اگه اون نبود نمیدونستم چی کار کنم. چنار قهرمان مخفی منه. مشخصه رابطتون خوب شده. خوبه که شما رو اینطوری میبینم. خیلی ممنون. این دیوونه چرا دوباره به من زنگ زده؟ نکنه میخواد بیاد امارت. زنده داشت؟ مشکلی پیش اومده؟ نه شما ادامه بدین، من باید جواب این تلفنو بدم. 2 دقیقه دیگه میام. عزیزم حالت چطوره؟ آی خیلی وقتی همو ندیدیم و صحبت نکردیم، احتمالا خیلی نگران شدیم. مگه نه؟ ولی اصلا نگران نباش، سعی میکنم هرچی زودتر بیام پیشت و بازم با هم یه فنجون قهوه بخوریم. تو رو بیشتر از این منتظر نمیذارم.
منم دلم میخواد شما رو ببینم، ولی الان اصلا وقت ندارم. این اواخر خیلی سرم شلوغه. لطفاً قبل از اومدنتون بهم خبر بدین. دختر، خیلی دلم برات تنگ شده ها. میگم چقدر خوب میشد که با هم میشستیم، قهوه میخوردیم و صحبت میکردیم. باید هرچی زودتر همدیگر رو ببینیم، باشه؟ باشه. صدا میزنن، باید گوشی رو قطع کنم. باشه، بعدن با هم حرف میزنی. خدافظ. یواشکی داری با کی حرف میزنی جالی؟ آی سل، تو که بازم منو ترسوندی. داشتم با بانک حرف میزدم، میخواستی با کی صحبت کنم؟ خب چی میگن؟ میخواستی چی بگن؟ بالا بهشون گفتم اگه شوهر داشتم پولش میریختم به حساب، ولی الان نه شوهرم هست نه پولی هست، همینا رو گفتم. آسین، خوش اومدی. سلام. سلام، میتونی اینجا بشینیم؟ چطوره؟ بیا. حالت چطوره آسین؟ نگرانت بودم. خب دیگه، سعی میکنم خوب باشم، یعنی هر اتفاقی هم که بیفته. هنوز نفهمیدم چرا آقا فهمی این کارو با ما کرد، چرا اینقدر با ما مخالفت داره. اصلا سر در نمیارم آسین. گاهی وقت عقل با بزرگم قد نمیده. مام خیلی تو کارش دخالت نمی کنیم، هرچی اون بگه همون میشه. خب چی کار میکنیم؟ فورا قبول میکنیم؟ کاری از دستمون بر نمیاد ازگر. بابا بزرگم خیلی واسم با ارزشه. راستش من هیچ وقت رو حرف اون حرف نمیزنم، هرچی میگه باید انجام بدم چون مجبورم. خواسته های تو اصلا اهمیت نداره ناسین، ولی میخوای با من نامزد کنی مگه نه؟ حرف درسته ازگر، تو همچین شرایطی خواسته های من اهمیتی ندارن. من نمیتونم رو حرف خانوادم حرف بزنم. دیدم وقتی خارج از حرف بزرگتر عمل کردم چی شد، کارمون به کلانتری کشید. باشه، حق با تو. نمیفهمم چرا این کارو با من میکنم. بهتره دربارش بحث نکنیم ازگر، بسپاریمش به دست زمان. بالاخره یه عمر طولانی در انتظار ماست، نمیدونیم چه اتفاقی میفته. ازگر، میدونی وقتی اینطوری میکنی دل من میشکنه؟ ازگر داری چی کار میکنی؟ همین الان صحبت کردیم یکی میبینه.